خب میخوام ببینم میتونید حدس بزنید که چیه. این یه چیزشه، یکی از بخش هایی که از با کار ماست، یه بخش های دیگرش اینجا توی یخچال نشون میدم. خب یک بخش دیگه کسب و کار ما اینه، کاهو. بخش دیگه کسب و کار ما اینه، نخود. خب اینم بود، یادم نه. اینم باز یه بخش دیگه است. الو حرفی کردم گهت من خب تنها چیزی که فعلا نرسیده نون باگت ماست که اونم یه کم دیگه میرسه، من برم اونجا رو باز کنم. احتمالا تا الان حد زدین که قضیه از چه قراره و ما چی درست میکنیم، احتمال 90% اینو حد زدین، اما احتمال 99%، حالا خورده کمتر 90%، حد نزدین که ما کجا داریم این کار رو انجام میدیم. بریم ببینیم اون جایی که ما این کار رو انجام میدیم کجاست و الان مشخص میشه که کسب و کار کوچیک ما چیه. خب از همین نمای دور بریم تو دلش. ببینید الان هیچی معلوم نیست، فعلا معلوم نیست تا اینکه میرسیم بهش و اونجا جایی نیست جز این دکه که اینجا میبینید. خب خوش اومدیم به دکچه فلافلی کوچیک ما و داستانش. الان ما بریم که ببینیم چه داستانه اینجا هستش. اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم اینه، ببینید الان ما برای این سلام آقا بهتر، این سوخکنی که اینجا میبینید یه دونه فن میخوایم بزنیم برای اون زیر و اینجا یه سربازی هستش، یه سرباز از دوستامونه اینجا، بعد اون داره زحمت اینو میکشه، همه اینا گرفته. میبینید این پاور گرفته سرکار داره اینا رو درست میکنه، نمیدونم حالا چی از آب در بیاد. بریم برای آماده کردن وسایل اینجا. گوجه کاهو خیارشو باید خوب بشه.
اولین سمبوسا رو بزنیم برای علی آقا. آقای رضای خوبی؟ سلام علیکم. خوش شما. آقای ته ماسمی. بله. ته ماسمی. خوش شما. امروید. امروید. آقای ته ماسمی. حساب کردم آقا. نه این هم حساب. هجبش خوخ مادی. این هم نگانه مستم. بگو هشتاد. هشتاد شما. دیگه هرگو چی ما؟ راز خب الان جناب سرکار سروان اینا رو درست کرده، از خودش رو بگیرم اینا رو درست کرده. این فنمون، این وضعیت اینه، اینم وضعیت فنیه که بس. حالا میخوایم تستش کنیم ببینیم جواب میده یا نه. خب الان ساعت حدوداً 2:30 و یکم دیگه محمد میاد شیفتمون عوض بشه. محمد همکار من. بعد امروز دور زیاد همچین چیز جالبی نبود مثل همیشه و این هم یکی از مسائلی که باید اینجا حل کنیم. بعد امروز من قرار برم سمت همدان. اینجا شهری که ما هستیم دوره از همدان، تقریبا یه ساعت فاصله داره. بعد برم همدان، میخوام یه سری یخچال و اینا ببینم. اینجا یه یخچال لازم داریم، بهتون نشون میدم. و اینکه آره یخچال میخوایم، بعد یه سری چیز دیگه هم میخوایم. بعد برم ببینم چجوریه. ولی مهمترین چیزی که میخوایم یخچال کوچیک میخوایم. خب یخچالی که میخوایم، ما اگه دقت کنید این زیر یا روی این میز، خب یا اینجا یا این زیر، یه یخچال کوچیک میخواییم. چون الان کاهو رو که میبینید، کاهو، نخود، همه اینا میمونه اینجا خراب میشه. اگه سمبوس و پیتزایی هم بخواییم اضافه کنیم اونم احتمالا خراب بشه. پس یه یخچال اولویتمونه. بعد یه چرخ گوش برای نخود میخواییم. بعد دارم ببینم اینا هستش نیستش چجوریه. خب الان دیگه شیفتامون عوض شده، بعد اینجا الان وایساده. من هم میخوام این ماشین رو بذارم با وانت برم دنبال یه سری کارا. نمدی رای تحریک درد الان ما تو مسیریم. بعد یه چیز جالب بهتون بگم، کپسول پیدا نمیشه، نمیدونم دیگه چی کار کنیم با این وضعیت. خب این حمید که میبینید الان رفته اینجا داره سوال میکنه ببینیم کپسول دارن یا نه. کپسول؟ ندارن، نمیدن. هیچ کپسول نیست. خیلی جالب داره چه وضعیت. میدونی اصلا فکر نمیکردم که یه روز توی این کار بیفتی دنبال کپسول. واقعا جالبه. الان یه جای دیگه اومدیم، باز حمید اونجا داره سوال میکنه و از اینجایی که اینجا اینقدر سوت و کوره فکر نکنم چیزی پیدا کنیم. و حالا حمید بیاد ببینم چی میگه. یه نیست. قرار از اینجا بریم ببینیم یخچال چی داره یا وسایل فست فودی و اینا.
خب ما تقریبا هیچ کاری انجام ندادیم و فقط یه سنگ گرفتیم. کلا همین اتفاقا اکثر مواقع میفته، میای دنبال یه کاری و معمولا انجامش نمیدیم. نتونستیم کپسول گیر بیاریم، نه یخچال تونستیم بگیریم و همین، فقط یه سنگ گرفتیم. به هر حال فردا یه روز دیگه است، الان اومدیم گنجنامه همدان یه خورده استراحت کنیم و بریم که فردا رو شروع کنیم. خوشحالم.